سلام بر شما. داستان‌های زیادی راجع به شاه سعودی و شاهزاده نازدانه اش شنیده اید و اینکه ثروتش را از چه راهی به دست می‌آورند و در چه راهی مصرف می‌کنند را با تازه‌ترین‌ها در این ویدیو بیننده باشید. کل خانواده سلطنتی سعودی حدود 1.5 تریلیون دلار ثروت دارند و شاهزاده محمد بن سلمان از کلشان بیشتر خرج میکند. او بخشی از ثروت بزرگ خانواده سلطنتی را کنترل میکند، اما ثروت شخصی خودش هم 12.5 میلیارد دلار است. او کشور را به جای پدرش اداره میکند و از ثروت سلطنتیش استفاده میکند تا چیزهای بسیار افراطی بخرد. چیزهایی مثل ماشین‌های اسپورت طلا و یک نقاشی 450 میلیون دلاری لیناردو داوینچی و سفرهای تفریحی 100 میلیون دلاری تا قایق‌های بسیار لاکچری. با اینکه شاهزاده سلمان حاکم رسمی عربستان سعودی نیست، زمامدار اصلی اوست. این یعنی به میلیاردها دلار دسترسی دارد و قسمت زیادی از آن را خرج کرده است. یکی از بزرگترین خرچهایش شاتوی 300 میلیون دلاری است که یک زمان گرانترین خانه جهان بود. اسم این امارت شاتوی لوی 14 است و در نزدیکی کاخ ورسای قرار دارد و با مجسمه های مرمر و حیات 23 هکتاریش هر بیننده را خیره می کند. با اینکه ساکنین خانه سعی کردند اینجا را بسیار شخصی نگه دارند، بازدید کننده های مشهور را جذب کرده، مخصوصا به خاطر اتاق زیرزمینی شفافش که ماهی های زیادی در داخلش شنا می کنند. خانه همچنین یک میخانه، تئاتر فیلم و گنبد منحصر به فرد دارد. با اینکه سبک خانه مثل خانه های قرن 17 است، اما عمارت ویژگی های مدرن دارد. چیزهایی مثل آفشان، سیستم صوتی، نورپردازی و تهویه هوای بی صدا که همگی از فاصله دور به کمک یک آیفون یا آیپد قابل کنترلند. شاهزاده همچنین به تعداد زیادی آپارتمان در شهرهای مختلف دسترسی دارد. پدرش در ثروتمندترین منطقه پاریس 12 آپارتمان دارد که ارزش مجموعیشان حدود 35 میلیون دلار است. البته چندین کاخ سلطنتی هم دارند. یکی از آنها کاخ آلیا ماماست که محل ملاقات شاه و شاهزاده با رهبران دنیاست. یکی دیگر از کاخهای این خانواده کاخ شگفت‌انگیزی رویال استیت است. به علاوه می توانند در هر زمانی از سال به سویت های لاکچری هتل های جده بروند، چون دولت سعودی به صورت سالانه پول اتاق‌ها را پرداخت می کند. خانواده های سلطنتی علاقه زیادی با ماشین های طلا دارند. شاهزاده سلمان هم از این قاعده مستثنا نیست. گلکسیون خودروهای او شامل یک لامبورگینی اونتادور طلا با ارزش 7.5 میلیون دلار، یک بنتلی کانتیننتال اسپر با ارزش 6.5 میلیون دلار، یک رولز رویز فانتوم کوپا با ارزش 8 میلیون دلار و یک مرسدس طلای AMG 6 با ارزش 4 میلیون دلار است. اما بهترین و گرانترین ماشین طلایی فعلیش بوگاتی ویرون است که 12.5 میلیون دلار قیمت دارد. از این ماشین فقط 17 نسخه طلا در دنیا وجود دارد. یکی از ماشین‌های دیگر شاهزاده مرسدس S600 گارد است که 1.5 میلیون دلار قیمت دارد و ارزان‌ترین ماشینش هم یک رنج روور سنتال است که 500 هزار دلار قیمت دارد. اما تنها وسایل حمل و نقل شاهزاده اینها نیستند. او یک قایق 500 میلیون دلاری به اسم سیرین دارد. این قایق که 132 متر طول دارد، 15مین قایق بزرگ جهان است و 2 سکوی فرودی هلیکوپتر دارد. به علاوه 3 استخر شنا، یک وان حمام بزرگ و یک سونا هم دارد. چند بار یا میخانه هم دارد که یکی از آنها دقیقاً کنار حمام قرار دارد. قایق حتی به یک دیوار صخره‌نوردی مجهز شده تا شاهزاده و مهمانانش را سرگرم کند. خانواده سلطنتی چند جت بوئینگ هم دارند که هر کدامشان 100 میلیون دلار قیمت دارد. هواپیماها، اتاقهای ملاقات بزرگی دارند و داخل بعضی از اتاقها حتی تخت پادشاهی وجود دارد. خانواده چند بوئینگ 767 سفارشی هم دارد که هر کدامشان 185 میلیون دلار قیمت دارند. این هواپیماها اتاق خوابهای خیلی بزرگ و 63 صندلی دارند. هر هواپیما 8 تلویزیون دارد و فضای کابین هم 100 متر مربع است. هزینه پرواز این هواپیماها مثل قیمتشان بالاست. خرج هر کدامشان ساعت 30 هزار دلار است.
وقتی سلمان سفیر در آمریکا بود، حدود 8 میلیون دلار را صرف مسافرت بین آمریکا و عربستان سعودی کرد. بن سلمان آثار هنری زیادی را جمع‌آوری کرده. بابت نقاشی لئوناردو داوینچی 450 میلیون دلار خرج کرد. او در حراج شرکت کرد که هزینه ورودش 100 میلیون دلار بود. از قرار معلوم بعد از مدت خرید این نقاشی 500 ساله آن را در قایقش در معرض نمایش گذاشت. او حتی یک ساک 432 هزار دلاری خریده. این ساک که با پست تمساح ساخته شده به یکی از اعضای نامشخص خانواده سلطنتی عربستان سعودی فروخته شده، اما با توجه به سابقه ولخرجی های بن سلمان احتمالاً این کیف را هم او خریده. این کیف با طلای سفید 18 قیراط و الماس تزئین شده. خانواده سلطنتی به خاطر سفرهای تجملی هم معروف است. خانواده سلطنتی در کن ویلا دارد. ویلای تاریخی که تا حالا میزبان بسیاری از انسانهای مشهور و سیاستمداران بوده. افرادی مانند وینستون چرچل. خانواده سلطنتی در سال 1979 این ویلا را خرید. هر وقت با آنجا می روند دولت ساحل را به کلی می بندد تا این خانواده بتوانند دسترسی شخصی داشته باشند. شاه بابت سفر به مراکش 100 میلیون دلار خرج کرد. از قرار معلوم با 1000 مهمان سفر کرده بود که بیشترشان در هتل‌های لاکچری اتاق گرفتن و شاه به کاخ تابستانی 3 هکتاریش رفت. هزینه این سفر یک ماهه حدود 1.5% کل درآمد سالانه مراکش از صنعت توریسم بود. شاه و شاهزاده بالای 3 میلیون دلار هم خرج اجاره ویلا در مالدیو کردند. آنها 3 تفریگاه را به مدت 1 ماه اجاره کردند. خب حالا خانواده سعودی چطور به این ثروت 1.5 تریلیون دلاری رسیدند؟ بیشتر ثروتشان به خاطر منابع زیادی نفتی است که حدود 75 سال پیش در عربستان کشف شد. شرکت تولید کننده به اسم آرامکو پردرآمدترین شرکت دنیا است و تنها در 9 ماه اول 2019 68 میلیارد دلار درآمد داشت. ارزش این شرکت در سال 2020 حدود 2 تریلیون دلار اعلام شد. اعضای خانواده سلطنتی به خاطر سلطنتی بودن هم پول می گیرن. آنها حقوق دارن. مثلا شاهزاده ماهی 270 هزار دلار حقوق می گیره و نوه های پادشاه هم 8 هزار دلار مقرری دارن. همچنین بعضی از اعضای خانواده سلطنتی به عنوان هدیه عروسی 1 تا 3 میلیون دلار دریافت کردن. این خانواده کنترل بازار سهام را هم در اختیار دارد. یکی از روزنامه‌ها نشان داد که وکیل‌ها، بانکدارها و حسابدارها املاک و سهام زیادی را به شرکت سرمایه‌گذاری ایت انتقال دادند. ارزش این انتقال‌ها 496 میلیون دلار بوده و شاهزاده بیشتر ملکش را به اسم همین شرکت دارند. مردم از این ثروت‌اندوزی خانواده سلطنتی انتقادهای زیادی میکنن. به احتمال زیاد تعداد زیاد ملک دیگر هم دارن که کسی از آنها خبر ندارد. خانواده سلطنتی ثروت خود را صرف ماشین‌های طلا، قایق و تابلوهای قیمتی میکنن. در سال 2020 شاهزاده سعی کرد باشگاه فوتبالی نیوکاسل را به قیمت 381 میلیون دلار بخرد، اما در نهایت کنار کشید. با این حال هنوز دوست دارد صاحب یک تیم فوتبال بزرگ شود. خب مواردی را اگر شما می دانید می توانید در بخش کامنت با ما نیز شریک سازید. تا ویدیوی بعد، بدرود.